شماره 40 رو باز بکنید. پوشش شماره 40 رو که باز کردید یه فایلی داریم به نام MySQLi Real Query. ما اینجا میخوام از unbuffered و buffered استفاده کنیم. الان اگر من این رو بیام چکار بکنم اینجا اجرا بکنم داخل مثلا فایرفاکس میبینید که اجرا میشه. این داره از چی استفاده میکنه؟ این داره از query استفاده میکنه. اما بذارید اینو به real query تبدیل کنیم. real query برای چی بود؟ برای unbuffered بود. real query. وقتی اینو به real query تبدیل میکنیم اینجا میام اینجا ریفرش میزنیم یه ارور به ما میده. میگه ارور میگه error generated but second query. second query کدومه؟ second query تقریبا لاین اینجاست میبینید 9 و 10 و 11 و 12 میشه second query. second query ما اینجاست. میگه چی؟ command out of sync, you can't run this command now. میگه الان نمیتونی command رو اجرا بکنی. همون اروری که جلسه پیش دو جلسه پیش به ما میده. حالا ما اینو چیکار میکنیم؟ میذاریم داخل command. بعد میام چیکار میکنیم؟ command backslash اینو میذارم داخل slash میذارم داخل command اینو. بعد میام این رو result رو اول اینو سیو میکنم اینجا. میام اینجا یه ریفرش میزنم بهتون نشون بدم. الان به ما fatal error میده. بذارید من این رو داخل زوم ریست بزنم. فیتال اروری که میگه چیه؟ میگه لاین سی ارور داری. فیتال ارور میگه فچ اساک ارور داری. میام اینجا لاین سی ببینم موضوع از چه قراره. لاین سی میبینیم که ما ریزولت رو زیرش خط کشیده. میبینید اینجا داریم من ریزولت استفاده میکنیم. ریزولت از فچ اساک استفاده کرد. حالا ما اگر بالا برگردیم میبینید که اینجا ریزولت رو داریم. ریزولت از چی استفاده کرده؟ گفته db real query. خب و خب این result رو من ور میدارم از اینجا. خب ور میدارم میام اینجا result رو دوباره اضافه میکنم. خب result رو که اضافه کردم مساوی قرار میدم با چی؟ میگم از db یا چی استفاده بکن؟ use result استفاده بکن. این use result چیکار میکرد؟ به اصطلاح برای ما از چیز استفاده میکرد، از unbuffered استفاده میکرد به جای real query و بعد از use result استفاده میکنیم. حالا save اگر بکنیم بریم اینجا ریفرش بزنیم اروری که به ما این پایین میده این بالا اول میبینی که داره به ما چیزامون رو بر میگرده. خب اروری که داره به ما میده لاین 40 به خاطر اون اینا نوتیسه. اولا این پایین اروره به خاطر second query میده، یعنی به خاطر این داره میده. من اگر این رو cut بکنم الان بیام این رو اولا uncomment بذارم اینجا uncommentش بکنم سیو بکنم اینجا یه ریفرش بزنیم اینجا میبینید که الان باز دوباره به ما ارور میده. اروری که ما میده دوباره این همون قبلی. حالا ما اینو چیکار میکنیم؟ کات میکنیم این سکند کوئری مون رو، یعنی این رو که ما اینجا داشتیم کات میکنیم. وقتی کات کردیم میام اینجا قبل از اینکه سکند کوئری ما اولین کوئری اجرا شد تموم شد سکند کوئری ما میخوایم اجراش بکنیم میام لاین 32 اینجا یه تگ تب پی اچ پی باز میکنم میام اینجا داخل این پیستش میکنم. وقتی اینو پیست بکنم الان ریفرش بزنم میبینید که این کار میکنه. پس چی شد؟ این داره برای ما کار میکنه. حالا من این رو کات میکنم یه بار دیگه، یعنی از اینجا تا اینجا کات میزنم. البته کات که هستیم حالا این تگ پی اچ پی رو هم احتیاج ندارم، به خاطر همین میام چیکار میکنم؟ میام دیلیت میزنم اینا رو. بعد میام چیکار میکنم؟ این به اصطلاح همون جای قبلی که بود لاین 10 اینو پیستش میکنم، یعنی اینجا. خب پیست کی کردیم دیدید که جلسه چند لحظه قبلی دیدید که همین ارور داد. کار دیگه که ما اینجا میتونیم انجام بدیم این بالا دیدید که از ریل کوئری استفاده کردیم و بعد اینجا از یوز ریزولت استفاده کردیم. به جای یوز ریزولت که داره unbuffered میکنه، این unbuffered کردن دیگه یوز ریزولت. گفتم بهتون یه فانکشن دیگه داره به نام استور ریزولت. خب از به جای use result از store result استفاده بکنیم این همه چی دوباره چی میشه؟ درست میشه. خب اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ use result چرا کار نکرد؟ store result کار کرد. ببینید لاین 5 و 6 تقریبا هیچ فرقی با این لاین نداره. ببینید تقریبا با هیچ فرقی با query نداره که حالا من مثلا میذاشتم db و بعد اینجا چیکار میکردم؟ مینوشتم query. خب و بعد SQL اینجا داخلش می نوشتم، یعنی می نوشتم SQL. هیچ فرقی با این نداره لاین 5 و 6 جفتشون. پس این داره چیکار میکنه الان؟ این داره استور ریزولت داره این unbuffered رو به buffered تبدیل میکنه.
پس این آن بافر رو به بافرتی که تبدیل کرد چی میشه اینجا؟ میتونید ازش استفاده کنید. حالا اگر از use result استفاده میکردید، بعد چرا ما میمدیم این رو کات میکردیم، میومدیم مثلا لاین مثلا سی و مثلا پنج اینجا پیست میکردیم؟ خب به خاطر اینکه اینجا result اولی رو استفاده کردیم، قبل از اینکه result دومی رو استفاده کنیم باید بیایم دوباره، چون unbuffered هست داخل دیتابیس سرور هست، اون موقع بیایم result دو رو استفاده کنیم. میبینید اینجا result دومی، یعنی چی؟ چون این result یک استفاده شد، باید بیاید یه result دو بسازید و ازش استفاده کنید. نمیتونید بیاید اول بسازیدش و بعد بیاید از هر جفتش استفاده کنید. یعنی اول بعد از اینا چیکار بکنید؟ وقتی استفاده کردید بیاید دومی رو بسازید. پس میبینید که buffer reader خیلی راحت تره. تنها کاری که انجام میدید اگر real query دیدید، این DB رو قرار بدید، اگر اینجا query نبود، real query بود، یه variable دیگه قرار بدید به نام مثلا حالا result قرار دادیم یا هر چیزی، از این store result استفاده کنید که تبدیلش کنه به buffer reader که بتونید ازش استفاده بکنید.